نخستین نمایشگاه دائمی تعامل فرهنگ و ارتباطات جمعی پیش از چاشت امروز شنبه در قلعه اختیار الدین هرات گشایش یافت. هرات که در اړیکو او فرهنگ رو ممین اندرتون پرانسل شد. این نخستین نمایشگاه دائمی در حوزه ارتباطات جمعی است که در شهر هرات برپا شده. شما گرامیان شاهد افتتاح اولین نمایشگاه دائمی فرهنگ و ارتباطات خواهید بود. این نمایشگاه به همت ریاست اطلاعات و فرهنگ، همکاری تکنیکی فرهنگ سرای دوربین و حمایت همه جانبه مالی و تکنیکی مؤسسه هلپ جرمنی در تعمیر مرکزی قلعه اختیار الدین راه اندازی و معرض دید همگان قرار خواهد گرفت. نمایشگاه دائمی فرهنگ و ارتباطات کلکسیون نفیس، بی‌نظیر و ارزشمندی از وسایل قدیمی ارتباط جمعی را در خود جای داده است. این مجموعه با سعی و تلاش پیوسته فرهنگ دوستان ولایت هرات، گردآوری و توسط بخش فرهنگ و رسانه مؤسسه هلپ ترمیم و در این نمایشگاه قرار داده شده است. در کنار این کلکسیون، نمایشگاه دائمی فرهنگ و ارتباطات دارای کتابخانه مرتبط با موضوع ارتباط جمعی و توریسم، خدمات اینترنتی، فروشگاه صنایع دستی، غرفه ارائه اطلاعات برای توریست ها، قهوه‌خانه سنتی و تجهیزات الکترونیکی جهت پخش برنامه‌های فرهنگی برای بازدید کنندگان می باشد. راه اندازی این نمایشگاه می تواند در قدم نخست تاریخچه ورود، معرفی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی از قبیل گرامافون، تلفن، رادیو، تلویزیون، کامره عکاسی و فیلمبرداری و غیره را توسط مردم افغانستان، بالخصوص مردم فرهنگی و علم دوست هرات به تصویر کشیده و از جانب دیگر علاقمندی باشندگان این مرز و بوم را در برقراری ارتباط با دنیای متمدن این عصر و استفاده از ابزار تکنولوژیکی پیشرفته دوران را نشان دهد. اولین نمایشگاه دائمی تعاملی فرهنگ و ارتباطات که امروز ما شاهد افتتاحش خواهد بودیم، افتخار ایره داریم که در سطح افغانستان به نوع خود این نمایشگاه نمونه هست و اولین نمایشگاه خواهد بود که ما چگونگی فرایند ارتباطات در بین مردم از نخستین وسیله های ارتباطی تا امروز به گونه زنده به نمایش میگذاریم و نشان میدیم که رسانه ها چه جایگاه در زندگی بشر بازی داشتند، چه نقشی را بازی کردند و چقدر فرایند ارتباطات و جابجایی اطلاعات باعث رشد جوامع، باعث ایجاد تمدن ها و کمک به نوع بشر شده.
امید تبریک میگم با ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ و تبریک میگم با فرهنگ سرای دوربین و تبریک میگم با مؤسسه محترم هلپ جرمنی و همه منصوبین، دستندرکاران و سایر نهادهایی که در جمع‌آوری آثار مهم تاریخی، فرهنگی و تکنولوژیکی یک جا همکاری کردن و برای اولین بار در افغانستان و سطح افغانستان یک نمایشگاه دائمی ارتباطات جمعی را و تعاملش با فرهنگسازی آماده ساختن و انشاءالله که به سطح افغانستان تجلیل شود. با امید پیشرفت و ترقی هرچی بیشتر ارتباطات جمعی، رسانه ها و غنای فرهنگ در کشور عزیز ما افغانستان با ولایت هرات. یالله شهر شهر برنگ از همه رنگ شهر شهر عریبا بفرما تماشا ایران تیر میکنن آقای کریمی ای اکسارا میتونی تشتی کنیم شما شاید راندازی ازی بودیم به مناسبت افتتاح اولین نمایشگاه دائمی ارتباطات در کشور در مجموعه قلعه اختیاردین هرات بود. این نمایشگاه به سعی و تلاش ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات و همچنین طرح و دیزاین و برنامه ریزی فرهنگسرای دوربین و حمایت همه جانبه و مالی مؤسسه هلپ شکل گرفت. کلیه وسایلی که در این نمایشگاه شما شاهد از او هستین ارتباط میگیره به موضوع ارتباطات. ما در عرصه ارتباطات کلی وسایل را به شکل فیزیکی گردآوری کردیم و در قالب از این نمایشگاه به معرض دید قرار دادیم. در نمایشگاه که شما شاهد از او هستین بیش از 210 قلم جنس از کلی ابزارالات ارتباطی به نمایش گذاشته شده. این اجناس میتونه از گرامافون ها و رادیوات نام گرفته شه، همچنین تلویزیون های سیاه و سفید و همچنین انواع و اقسام پروژکتورها، دوربین های فیلمبرداری از جمله اجزای دیگه از این نمایشگاه تشکیل میدن. و همچنان در کنار از این لوازم ارتباطی ما خواستیم عرصه های مختلف ارتباطی ما به شکل نمادسازی اینجا در بیاریم و بتانیم امید دانش ارتباطات را انتقال بدیم برای سایرین.
نمایشگاه تعاملی فرهنگ و ارتباطات که امروز در قلعه اختیارالدین افتتاح شد هستیم. خب ما خوشحالیم که با سعی و تلاش فراوانی که انجام دادیم تونستیم که یک نمایشگاه دائمی در قسمت فرهنگ و ارتباطات در ولایت هرات افتتاح کنیم. خوشبختانه یک نمایشگاه دائمی در ارگ هرات توسط یک تیم راه اندازی شده که این نمایشگاه را ما فالنیک میگیریم. الحمدلله یک نمایشگاه بسیار وزینی هست. نمایشگاه فعلی نمایشگاه دائمی ارتباطات و فرهنگ است که در ولایت هرات افتتاح و راه اندازی شده. این نمایشگاه برای بازدید عموم در اینجا راه اندازی شده و همه روزه فعال هست. اثری که این نمایشگاه میتونه در قسمت فرهنگی داشته باشه این هست که تمام محصلین بخش ژورنالیسم و تمام علاقه‌مندانی که به این عرصه هستن میتونن از این نمایشگاه بازدید بکنن و از وسایلی که در اینجا جمع‌آوری شده و کل چیزهایی که در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته شده از او بازدید کنند و اگر در قسمت تحقیق هم میتونن از منابع از این استفاده بکنن. میتونن نقطه آغاز برای معرفی وسایل ارتباط جدید یک قرن گذشته برای مجموعه مردم باشه، به ویژه برای هم‌مسلکان عزیز ما که تازه از دانشگاه فارغ میشن یا در حال آموزش هستن، میتونن بیان عملاً آن چیزی که در بدون تئوری میخوانن عملا اون رو ببینن و یک نقطه آغاز برای رشد و انکشاف آگاهی مردم به خاطر شناخت مسائل ارتباط جمعی در ولایت هرات. نمایشگاه دائمی تعامل فرهنگ و ارتباطات با فضای حدود 600 متر مربع در تعمیر مرکزی قلعه تاریخی اختیارالدین یکی از بزرگترین و ماندگارترین نمایشگاه های فرهنگی و ارتباطات در کشور است. این نمایشگاه دارای بخش های مختلف می باشد. بخش پست شامل صندوق های پستی، انواع مارهای دستی، پاکت های نامه، ماشین تاک و ترازوی قدیمی و کیسه های پستی می باشد. در بخش مخابرات از تلگراف تا ماهواره، پلکس، فکس و نمونه تلفن‌های اندلی، دیواری و شماره‌ای و دستگاه‌های قدیمی ارتباطی به نمایش گذاشته شده است. در این نمایشگاه 5 گرامافون وجود دارد که مرغوب‌ترین آن دستگاه گرامافون اندلی است که حدود 110 سال قدامت داشته و همچنان فعال می باشد. یکی از زیباترین رادیوهای موجود در نمایشگاه دستگاه رادیوی بزرگی است که متعلق به مرحوم صدیق یکی از مدیر مسئولان اسبق روزنامه اتفاق اسلام در 70 سال پیش می باشد. انواع تلویزیون های رنگه و سیاه‌سفید قدیمی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
قسمت سینما شامل بخش آرشیو، فیلم‌های هنری و مستند افغانی، انواع پروژکتورهای سینما و انواع ویدیوها می‌باشد. در قسمت عکاسخانه یکی از به یاد ماندنی ترین دوربین‌های عکاسی پایدار چوبی که با آن عکس فوری گرفته می‌شده در این نمایشگاه قرار داده شده است. کتابخانه مجهز همراه با بخش کافینت، غرفه معلومات برای بازدید کنندگان، کافی شاپ سنتی همراه با فضای بیرونی و نمادهای هنری شامل تندیس‌های گز بعضی شخصیت‌های تاریخی از جمله جارچیان، کبوتران نامرسان و سربازان توپ چاشت. نمادهای چوبی شامل توپ چاشت، استودیوی رادیو، دستگاه تلگراف و خاطر انگیزتر از همه نماد فلزی شهر فرنگ است. همچنان چکیده‌ای از تحقیقات انجام شده در قسمت تاریخچه وسایل ارتباط جمعی و روند تکاملی ارتباط در بخش‌های مختلف نمایشگاه نصب شده که اطلاعات مفیدی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهد. این نمایشگاه به صورت دائمی در این محل گشایش یافته و برای بازدید عموم آزاد می‌باشد.